دوستا و بیننده عزیز، ما باز هم در کنار خانمی هستیم که یک بار دیگه هم ما آمده بودیم و از حال احوالشان با خبر شدیم که متاسفانه خانمی که در کنار ما هست اینا بیوه هستند و یک دختره که دارن که اینا هم بیوه است، شوهرشان وفات کرده و یک پسری است که معیوب است و نمیتونه که صحبت بکنه و هم نمیتونه بشنوه. که ما دفعه قبل هم آمده بودیم و یک تعداد دوستا یک مقدار پول ارسال کرده بودن که ما برشان آوردیم تسلیم کردیم و باز هم ای بار یک خانم بر ما پول ارسال کردن که البته با 3 فامیل پول ارسال کرده بودن که یکی از فامیل ها اینا هستن که خواستن که ما پول به اینا بریم تسلیم بکنیم تا اینکه بتونن حداقل همین یک ماه مبارک رمضان که در پیش روی است به خیر خوبی سپری بکنن. خاله جان، خودتون چطور هستین؟ تکلیفات چطور است؟ بسیار زیاد شکرم بلند است، بسیار زیاد فشارم بلند است، قلبم بسیار درد میکنه، بسیار تکان میخوره. از دست شپرکت هستم، اینه من رشت کاتا و بالا میکنه، بچه گکم کتمی دختر اکم تا بالا میکنن و در تشناب میبرن و پس میارن. خب خداوند انشاءالله خاله جان برتان شفا بده. فعلا حالا ماه مبارک رمضان هم نزدیک است، از مواد و خوراکی چی کم بود دارین؟ هیچ چیز نداریم بچه، هیچ چیز، حتی یک دانه کچلو در خانه ما پیدا نمیشه. خب خداوند انشاءالله همراهتان کمک بکنه. ما واقعا درک میکنم مشکل است، چون کارگر دیگه نیست. ما چند بار دیگه هم پولایی که شما ارسال میکردین ما میآوردم به اینا تسلیم میشدم. خداوند تعالی دنیا و آخرتشان خوب کنه، خداوند تعالی اولادشان برشان ببانه، داغ اولادای خدا نبینن، خدا جان جور و دل بیغم به تیشانه، در هر جایی که هستن آرام باشن. الهی آمین، همیشه. زنده باشین. خداوند با شما خیر و برکت بتا و خداوند مشکلاتتان آسان بسازه انشالله. خیلی خاله جان، مقدار 9000 افغانی است که انشالله که به خیر استفاده بکنین و ماه مبارک رمضان دنیا و آخرتش خوب باشه. پروردگار عالم قبتش که جمع کرده. الهی آمین، الهی آمین. شما هم خدا خیر بده، زنده باشین. تشکر. خدمت ما را میکنه، به ما کمک میکنه، خدا جان کمکشان کنه. الهی آمین، از دربار خود قبول کنه پروردگار. تشکر خاله جان. با ما اجازه است؟ اجازه است. سلامت باشین. خدا حافظتان. خدا حافظ. خدا حافظ. دوستان و بیننده عزیز، ما باز هم آمدیم به خانه او خانمی که تقریبا یک دو ماه پیشتر هم آمده بودیم و این خانم بیوه است که با اولادکاش و یک تا ایوارش زندگی میکنه و اولادش هم خورد خورده هستن که بود پالشی میکنن. اگر شما در ویدیو قبلی دیده باشین و بایدتان باشه، حال میریم امروشان صحبت میکنیم و پول برشان تسلیم میکنیم. سلام علیک، اگر بایدتان باشم، ما یک دو ماه پیشتر هم آمده بودیم و خواستیم که از اولتان باز هم با خبر شویم. چطور هستی محمد جان؟ نام محمد از گفتنم. کدام قسمت ها کار میکنی خودت؟ طرف سرک پای بیره و سلی کاروار تو جا بیره. باز کارت میشه؟ روز چند کار میکنی محمد جان؟ میشه یک ساعت هفتاد هشتاد میشه. آفرین. باز در پولی ازی که کار میکنی درس ها میخونی، مکتب میری یا تنها کار میکنی؟ مکتب بیره. آفرین. مقصد درس تا بخوان، مکتب برو دیگه. انشالله که خداوند همراهتان کمک بکنه. مادر جان، باز هم قسمی که من گفتم، یکی از فامیلا لطف کردن و ویدیوی قبلی شما را که دیده بودن خواستن که باز هم برتان یک مقدار پول کمک بکنن. این خاله جان، مقدار 9000 افغانی است که این پول به 3 ماه شما ارسال کردن. دیگه بخیر استفاده کنین و خداوند انشالله که همراهتان باشه و یک ماه مبارک رمضان خوب و خوش را بخیر سپری کنین. و ما اجازه است انشالله. تشکر. خدا حافظتان. زنده باشین. خدا حافظتان. سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتان خوب، خیرتی است؟ شما خوب هستین خوار جان؟ دفعه پیش که آمده بودیم به یادتان است؟ چقدر وقت پیش شما شوهرتان عزیز بودیم؟ یک و نیم سال. گفتین که در غرق شده بوده کنم جا. این خداوند انشالله که بر شما هم صبر جمیل نصیب بکنم. دیگه ما خواستیم که یک بار دیگه بازم بیم از اولتون با خبر شیم. فعلا که مثلا شما هم شوهر ندارین، اینا هم شوهر ندارن، کی باز بر شما کار میکنن؟ آن آورتون خودم کار میکنم، در خونه کالاشویی میکنم، بچه کار میکنم، حال مدی شدم این تو شدم. این خوار جان 9000 افغانی هسته و پولی است که خانمه که بر شما از خارج روان کرده. تشکر. خیلی دوستای عزیز، ما آمدیم با خانه یک تن از دیگه هموطنای ما که اینا هم بسیار زیاد مستحق هستن. قسمی که شما میبینین در این خانه زندگی میکنن، البته دو فامیل است که در این خانه زندگی میکنن که حالا میخوایم بر شما معرفی بکنم. فامیل را که در پشت سر ما میبینین، اینا خانمی هستن که با 6 تا طفلشون در اینجا زندگی میکنن که فقط یک اتاق دارن به زندگی کردن و با گفته خودشان شوهرشان هم
دریور است که ماهانه 4000 الی 5000 افغانی اونا کار میکنن که متاسفانه خرچ مصرف ای فامیلا نمیتونن پورا بکنن، که میخواییم از اون مقدار پولایی که شما ارسال کردین یک مقدار شبه اینا کمک بکنیم. و همچنان در قسمت راست ما خانم دیگه را که میبینین، خانمی است که مدت چندین سال میشه که شوهرشان از دست داده و سه تا دخترکایشان که هر سهشان ازدواج کرده و فعلا تنها با نواسهشان زندگی میکنم. قسمی که بررسی کردیم از وضعیت خانهشان و مشکلاتی که اینا دارن واقعا مستحق هستن و ما میخواییم که از پولایی که شما ارسال کردین یک مقدار شبه اینا توضیح بکنیم تا اینکه بتانن بخیر این ماه مبارک رمضان بعضی مواد خوراکی که نیاز دارن و ضروری است اون را به خود خریداری بکنن، بخیر استفاده بکنین. این اخبار جان ما فقط وسیله هستیم، شما به مو کسای دعا بکنین که برتان پول ارسال کرده، در نمازهایتان دعا بکنین، در ماه مبارک رمضان دعا بکنین برشان. دوستا بیننده عزیز، ما فعلا در کنار برادر هستم که اینا قبلا ورکشاپ داشتن، یعنی دوکان داشتن، کار میکردن در ترمیم لوازم برقی، اما فعلا متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در کابل است و بیکاری های زیاد شده، اینا مجبور شدن که تمام وسایل خود بیارن اینجا در داخل خانه و فعلا بیکار هستن دیگه تقریبا. اما ترسیم برادر کسی دیگه کاریگر دارین؟ یعنی کاریگر بچگه که ما بود در ایران، خو فعلا پیسی از او پایین آمده او چندانه. یک بچه ها که دیگه من از اون کراچی داره برام. چی مفروشن؟ رومی بعض وقتا ترکاری و رومی این چیزا رو مفروشن، اون پینجا رو بفایده نیست، باسه گنده شده یا خراب مبره. نه آرد داریم، نه برین داریم، نه روغن داریم، اونو ببینیم. نه درست هستم، چیزا ما برتون نشان میدم. اینو برادرم انشالله که بخیر استفاده بکنین و ماه مبارک رمضان هم بخیر خوبی سپری بکنین. دیگه فقط شما من کسایی که پول ارسال کردن با نما در نمازتون دعا بکنین. سلامت باش، خداوند انشالله کمکتان کنه. خدا حافظ. دوستای عزیز، ما آمدیم در پیش برادر ما که شاه محمود نام داره و ما تقریبا دو بار یا سه بار دیگه فکر میکنم که آمده بودیم پیشان و اینا متاسفانه که مرمی خوردن و فعلا از پای حرکت کردن نمیتونن، واقعا مشکلاتشان به حد و اندازه زیاد است. قسمی که ما در جریان هستم همیشه اولشان بر ما میرسم. خواستیم این بار باز هم بیاییم به خاطر ماه مبارک رمضان، یک مقدار پولی که شما دوستا ارسال کرده بودین میخوایم به شاه محمود تسلیم بکنم تا اینکه بتونن موادی که در خانه کمبود دارن خریداری بکنن. شاه محمود فعلا در خانه شما چی کمبود دارین؟ این مواد خوراکی برنج آرد روغنیتون مونده یا خلاص شده؟ نه خلاص شده. خلاص شده. خب انشالله خداوند کمکتون کنه. من پول را که براتون میتونم میشه که یک ذره آرد و روغن چیزا بگیرین تا اینکه در ماه مبارک رمضان هم بخیر نزدیک است که از استفاده بکنین و کسایی که ارسال کرده به اونا دعا بکنین. بخیر باشه، خدا کمشون نکنه. زنده باشین. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.